کردی قشلاق کردی اینجا هم بر میگرده بچه ها چطوره؟ همی مونده سر منو بخورن تراهو گبهای بابا بزرگ مرده تارا نمیری سری بزنی به سنگش لال بمیره این چه گفتنیه خبر نداشتی زبونم ببره که بد خبر باشم آروم بگیر خیر نیده مگه نمیشنفی بابا بزرگ مرده سر بچه ها سلامت در کومت چفته خیالت راحت باشه همسایه ها همسایه داری کردن سایه سر به سیاه چالش کردن فردا میام شروع کن باید بیای از طرف زمین عباس علی برو حیرون ها
سر سلامت تارا، پیرمرد به رحمت حق رفت. گاوه کی از حیات من رد شده؟ چپرهای منه که خراب کرده. تارا دواران انداز، گاوه من بوده، خودم درست میکنم. مرغا رو سپرده بود به ما، بیا عین همون که بوده تحویل بده. پس جوجه هاش چی؟ مرغای من هر سال بیشتر میشد. تازه چرخ چه هم شکسته. اون دیگه کار گاوه من نیست، اما بخوای واسه درست میکنم. بیا تارا، پیرمرد یه بخچه امانت پهلوی ما گذاشت، بیا بگیرش. میدونم هیزمامو کی برده. سر و صدا نکن تارا، بیا فعلا از هیزمای ما ببر. ببین دست نخورده باشه تارا. اون که نمیدونه توش چی بوده. هجو فرسی بیا مال تو. پیرانش نمیخوام، مال تو. علایش به چه کار من میخوره؟ کله لیلو سر خرمان بذارمش. بیا بیا مال تو. بگیر باجی، به کار تو بیشتر میخوره. پس کتابشم بده. واسش دعا کن. این چیه؟ این دیگه چیه؟ میخوای چی کارش کنی تارا؟ اگه خودشم بود نمیدونست چه کارش کنه. مال تو. مال من؟ گفت مال من. مال من شد. میبندمش به تیغه گاواهن.
آهای بچه ها، مادرتون کجا گذاشت رفت؟ خوب ما رو گذاشتی و رفتی، خوشا به حالت، خوب جای گیرت اومد. گفته بودی بالای سرت دف بزنن، هنوزم دلت میخواد؟ باشه، اگه تو خوشحال میشی حرفی ندارم. همیشه خدا که خلشنگول بودی، این دفعه چه فرقی میکنه؟ چی داده بودی ترا؟ برام یه تیغه علفچین پیدا کن. این داس پشو نیست، به کارم نمیخوره. آوردنش سهل اما معطلی داره. این مال تو که زودتر بیاریش. نه ترا، زودتر میارمش، اما این مال خودت. جهاد ازش ترسیده بود، خیال کرده بود بابا بزرگ زنده است. Thank you.
نه تارا، خریداری نیست. اونا چیزایی لازمتر میخوان. بی خود خودتو معطل کردی. من اسماعیل، من تو رو دوست ندارم، زنتم نمیشم. از من نترسید، من فقط پی شمشیر آمدم، برای آن شمشیر. مال تو بود؟ مال من؟ نه فقط مال من، مال تمام تبار من. تو داد میزنی؟ تو زخمی هستی؟ من مردیم از یک تبار تاریخی. همه زندگی تبار من به جنگ گذشت. کدام جنگ؟ در هیچ جا نامی از ما برده نشده. همه چیز اندک اندک از میان رفت، همه نشانه ها گم شد. از ما روی زمین هیچ نشانی نمانده است به جز یک شمشیر. من دورش انداختم. دور انداختی؟ شمشیری که همه تبار من با آن جنگیده بود؟ من که نمیدونستم. حالا من چطور برگردم بدون آن شمشیر؟ همه قوم من چشم انتظار است. من چطور برگردم؟ خب بگو پیدا نشد. من این حرف را بزنم که پیدا نشد؟ خفتی که در انتظار من از اندک نیست. امید قبیله با یک کلمه نابود شود. هی
بیا حشمت، دف بیاور. دف بیاور ملا. شادی روح بابا بزرگ تارا، قبولی نظرش، دف بیاور ایمان. یه تیکه از لباس من دزدیده شده. این چه اصلیه تارا؟ چپرتو بلندتر کن، همسایتو بدنوم نکن. ما همچین دستکجی توی آبادی نداشتیم. جای پایی یه نفر صبح تو حیات بود، یه نفر هی چرخیده و چرخیده اما پشت در کومه نیومده. مرد من دو شب خوابش نمیبره، شب تا صبح همش از یه چیزی وحشت داره و از خواب میپره.
رودخانه به دریا پیوسته. آبها به آبها رسیدند، اما از شمشیر تبار من کسی خبری نشنیده. همه قبیله من چشم انتظارند. ای زن، فصل می گذرد و برای من هر روز دیر است. تا کی تاب این زخمها که هر روز از آنها خون می ریزد؟ این همان شمشیر است، همان. از ملامتیان باشم اگر تو را نشناسم. های! ولی من نمیتوانم برگردم، هنوز نه. چرا؟ من به تو عاشقم. تو زنده ای، تو آفتی، تو هزار هزار در اطراف داری. من در میان کنیزانم بسیار داشتم، اما به هیچ یک عاشق نبودم. تو مرا شکنجه میکنی. تعریف کن. تمام تبار من در این لحظه به من مینگرند و من نمیتوانم برگردم. شرم بر من. چرا شب تو حیات منزل من راه میرفتی؟ زخم آزارم میداد. باید میبستی. این زخم ها بسته شدنی نیست، میشنوی؟ کهنه است ولی مرهم ناشدنی. هر روز از آن خون تازه بیرون میزند. راستی؟ از دمی که تو را دیدم. تو برگشتی ترا، ولی درست نیست بیش از این بیشوهر بمانی. پسر من عاشق توست و تو را دوست دارد. او روی زمین کار میکند و بازوانش مثل ایمانش قوی است. چه میگویی؟ او را به غلامی قبول میکنی؟ او از عهده زنها هم خوب برمیآید. در ییلاق فکرشو کردم. درسته، من یه مرد میخوام. قلیچ پسر ما، اونو به شوهری قبول میکنی؟ برای جواب زوده. دهنتونو شیرین کنین. گوش بگیرین، به همسایه هاتونم خبر بدین. حالا که تا محصول جمع بشه و صافی بشه و چه بشه دو سه روزی کاره، به فضل حق دو سه روزی هم محض ثواب و هم محض تماشا مجلس شبیه اولیاست، پای قلعه چهلتن، که راهی هم نیست اگر خدا بخواد. هر کس هر چه از ذریع و خلعت و وسیله و اسباب مجلس بده که کار مجلس بهتر بگرده، دعای شهیدان همراهش. امانت است و عیناً بهش بر میگرده. خود دانی این گاری برای همین کاره. میافته بین خلق، هر که هر چه دار. یک شمشیر داشت که به شبیه امروز ما میخوره. برو بگیر بیا.
شمشیر نداره، اونو داده به صاحبش. یعنی به کی؟ برو بپر صاحبش کیه تا ما از او بگیریم. رفتگان همه را بیامرزد، حق بیماران را شفا دهد، کسی که بده کسی را بخواهد از کافران باشد، شرف مجلس اولیا حق دشمنی ها را به دوستی بگرداند. اون شمشیر تارا میگه صاحبش کسی که رفته و دیگه بر نمیگرده. بین کسایی هستی که بعضی با تو دشمنن. شوهر تو از آب زخمی برگشت اما روی خاک مرد. قسمتش این بود، تو که نخواسته بودی. چشمش زده بودن، از همشون بهتر قایقش از بان شکسته بود. نه تارا، هر کس تو رو دید گفت حرومش باشه، اونقدر تا تو حرومش شدی. بیا بریم تارا، کسایی میان که چشم دیدن تو رو ندارن. ما تو رو دوست داریم تارا، نمیخوایم از بین ما بری. حالا که برادر بزرگتر به خاک برگشته، برادر کوچکتر رو قبول کن. این حرف توه یا اون؟ اگر همه مردوی ما هم بمیرن، تو رو برای بعدی خواستگاری میکنم. اون بیقرار تو شد روزی که عشق تو رو برای برادرش دید. کسی عشق منو ندید. من بین این همه شاهد تو رو خواستگاری کردم تارا، جواب چیه؟ عشقی که تو گورستان شروع بشه قبلا مرده. هیزم جمع میکنی؟ باران نزدیکه. حیف دارم، تو کسی نیستی که گول بخوری، وگر نمیکشتم میبردم جنگل. خب پس کسی رو گیر بیار که حاضر باشه گول بخوره. مسخره نکن تارا، تو این آینه رو به من دادی، هرچی توی اون نگاه میکنم غیر از تو چیزی نمیبینم. خب برای همین بهت دادمش. تو میخواستی من عاشقت بشم؟
قسم دستار که آینه رو به من داد، تو منو میخوای تارا. روز از هر کار در میری میای سر راه زنای مردم. تا حالا چند نفر اینطوری گول زدی؟ کی گفت من از کار در رفتم؟ کدوم کار؟ همه رفتن مجلس شبی. بیا منو گول بزن ببر جنگل. سخبای مرکب نگاه کن، گویی دنبال سوارش آمده. از میدان میاد که زخمیه، باید اسب مجلس شبیه باشه. بگیرش. شوهری قبول نمی کنی؟ چرا نکنم؟ اون از عهده زنا خوب برمیاد. ای چرکس، ای حرامی، ای آهو چشم، تو مرا دیوانه می کنی. اذیت شدی؟ ای تاتار، خیال می کردم رفتی. مگه نباید برمی گشتی؟ من رفتم، ولی فکر تو مرا برمی گرداند مثل زنجیری. این بوی خاک است که مرا پس می کشد. لنگری است به پای زورق بسته، نه فرو می کشد نه آزاد می کند. با من بهتر از این کن. با تو بدتر از این می کنم. این همان است که من می خواهم. دردی که به درد من بگوید آرام. دشمنان به تیرم ببندید، کلمات رجز بیهوده است. در تمام ساحل کلماتی است که در وصف تو گفتم. من مردی می خواهم مثل بقیه. من منتظر چیز زیادی نیستم. شعارهای زیادی است که من در آنها تخم کشتم. معمولی تر از این. شاید باورت نشه، اما من خیال نمی کنم تو بلد باشی مثلا بزنی زیر آواز. آواز یا برقصی یا بخندی. زخمات از آنها بی خبرم. زخم تازه را ببین. حسود. می توانست یکی از هزار زیر دست من باشد. در او چه می‌بینی؟ زندگی. خب تو چی داری؟ افتخار. داره برمیگرده طرف قلعه چلتن. باید پس بدمش به مجلس شبی. ما چهلتن بودیم در محاصره یک سپاه تیر افکن که زوبین هر کدامشان ای زن از چشم تو بیرحمتر نبود. همه گورهای ما پر شد و از قلعه ما جز ویرانه ای نماند. شاید بهتر بود لب از لب دختران قبیله بر نمی داشتم، اما از کودکی در کف من شمشیر نهادند. آنها کمتر از تو نبودند و نگاه هر کدامشان خراج مملکتی بود. من به تیغه فولاد اسیر می گرفتم، منی که امروز چنین به اسیری افتادم.
تارا، مرد من دیوانه شده. دیشب تمام شب خیال از سرش نمی پرید. تمام شب تو حیات منزل تو سایه ای می دید. یکی راه می رفت. من دیدم. از اون حرفاست. مثل همون که گفتی روی زمین خون ریخته بود. تارا، می گفت اینجا. چند قطره خون. همینجا. زیر پای تو. چی شده پدر بزرگ؟ چی میخواستی که خبر کردی؟ من به خوابت آمدم تارا، چون برای تو میترسیدم. دیشب از خانه تو صدای گریه میامد. این علامت بلاست. تو خونه من کسی گریه نمیکرد پدر بزرگ، اما صدای گریه چیزی بود که منم شنیدم. وای به وقتی که اهل دردی گریه کند و تو راحت خفته باشی، چون زمین از آن به لرزه می افتد. من راحت نخوابیده بودم پدر بزرگ. من هیچ شبی راحت نمی خوابم. خیلی حیرت تارا، اون است که دیروز دیدی با اینکه خونی بود به مجلس شبیه نرفت، رفت به قلعه چلتن. اون است مال مجلس شبیه نبود. اون به من عاشقه پدر بزرگ، همه جا با من هست، کارش نمیتونم بکنم. من شمشیرشو پس دادم، با وجود این نرفت. امروز عقبش گشتم، خواستم کاری کنم که برگرده، بلکه آزاد شه و منم آزاد کنه. پدر و مادر قلیت جواب منو منتظرم. دیر میشه. این جاییست که فرق من شکافت. این جاییست که دشنه ای ناشناس زره بر من درید. این سنگیست که امید ما بر آن شکست. ای زن به تو چه بگویم؟ این جاییست که هفت برادر من که از پشت یک پدر بودن در جنگ با دشمن ناپدید. این جاییست که فرق من شکافت. این جاییست که دشنه ای ناشناس زره بر من درید. این سنگیست که امید ما بر آن شکست. ای زن به تو چه بگویم؟ این جاییست که هفت برادر من که از پشت یک پدر بودند در جنگ با دشمن ناپدید شدند. این دریست که فرو ریخت. این روزنیست که ما از آن به ساحل رانده شدیم. از دریای محیط تا دریای حاشیه همه دشمنان من بودند. من با 17 نام جنگیدم. دهل را چه کسی می نواخت؟ 6 نام بر زمین افتاد، 6 علم، زیرا خیانت از دیوار آمده بود. این دریست که فرو ریخت. این روزنیست که ما از آن به ساحل رانده شدیم. از دریای محیط تا دریای حاشیه همه دشمنان من بودند. ساحل آنجاست که ما قدم به قدم هنوز می جنگیدیم و دریا جاییست که ما را فرو برید.
جایی است که پرچم فتح ما شکست. این جای پای لشکر قدار است که کشته‌های ما را لگد کوب سم ستوران کرد. از خون ما چه جویها که جاری شد زیر پای وسوسه و تشویش. ما فریب روزگار خوردیم. کتاب خدا را با ما به شهادت نهاده بودند و سوگند خود را به چند سکه شکستند. فریاد از دل شبیخون برخاست. چگونه در محاصره آتش و دود به دریا میتوان گریخت؟ در جنگی ناامید، در جنگی قدم به قدم. دیشب که از خواب پریدم شمشیر بالای سرم بود. من بالای سرت بودم، تو دعای وحشت خواندی. من دعا کردم که تو برگردی. جنگ اصلی اینجا بین درختان رخ داد، جایی که پای هر درختی که از تبار من سر بریده شد. هرچی بخواهی میکنم که برگردی، هرچی بخواهی میکنم. پای آبشار هزار کماندار نعره کشیدند. ظهر بود و ما به نماز رفته بودیم. از من بهتر خیلی هست، باور کن. کسایی هستن که اگه ببینی من به نظرت خوب نمیام. چون تا کمر به آب زدیم رود از خون ما گرم بود. سپاه ظلم آمده بود با حشم و حاشیه، لشکر جرار. در تمام آبادی از رعیت هزار تن کشتند که 700 تن آنان حامل قرآن بودند. چه کسی ما را به ایشان وانهاد؟ چه کسی سوگند خود را با ما شکست؟ ظهر بود و ما به نماز رفته بودیم. از من چیزی را که میخوای بخواه. دریغ نمی کنم اگه بدونم که برمیگردی. من فقط میخوام بتونی برگردی به جایی که باید برگردی. من از زندگی چیز زیادی نخواستم. من پیش از این خواب راحتی داشتم. به خشم کافران دوچار شدم. تو با عتاب شوکت هم میبخشی و با محبت حقیر میکنی، کاری که دشمن با من نکرد. به دشمن بگو هزار زخم دیگرم بزند، باکی ندارم اگر مرا از تیرهایی برهاند که دیدگان این زن پرتاب میکنند. نمیخوام دیگه سر رام ببینمت. من میروم تارا و نگاه تو تنها چیزی است که با خود میبرم. دیگه بر نگرد، دیگه بر نگرد.
جلو مردم اینقدر بی حیا نگاه نکن. به من لبخند نمیزنی، جواب پدر مادرمو نمیدی که گفتن تارا بیا عروس ما باش. چی شده تارا؟ من بازیچه کردی؟ غلط نکنم تو به مرد دیگه ای عاشقی. تو درست حدس نمیزنی قلیچ. از اشقیا باشم اگر خطا کرده باشم. تو عاشق اونی که مثل سایه دنبال سرته، عاشق آشوب، برادر شوهرت رحمان. نمیدونستم مثل سایه دنبالم میگرده. اون چشمش همه جا دنبال تو هست، نمیخواد بگی که اونو نمیدیدی. من اونو نمیدیدم. خب منم که نه. پس کی تارا؟ کیه که من نمیشناسم؟ تو اینجور رفتار نمی کردی تارا، تو از من فرار نمی کردی. چی اینجاست که نگاه میکنی تارا؟ خوب گوش بده. ساکت نیست. مثل اینکه همه چی تموم شده. بچه ها صحبت سر بچه ها سارا. به شکر و به سلامت. بیا بریم تارا، خودتو آزار نده. خب کی حرف میزنی آشو؟ برادرم رحمان شیربه های تو رو داد تارا، تو جزو مایی.
چه میکنی؟ تو در کومه ای من منزل میکنی؟ یا من کومه ای پهلوی تو بسازم؟ ما هر دو در کومه هایی که داریم زندگی میکنیم آشوب. این فاصله درسته. من خیال میکردم بعد از برادرم رحمان تو به من نگاه میکنی. من به تو نگاه میکنم آشوب، ولی از دور. میخوام ببینم کی به سزای خودت میرسی. من به تو بد نکردم تارا. من حتی وقتی برادرم رحمان زنده بود تو رو دوست داشتم. منم تو رو مثل برادر رحمان دوست داشتم، تا روزی که قایق اون شکسته برگشت. من به قایق اون نزدیک نشده بودم. تبر آشو، تو تبر خوب میزنی، ولی نباید اونو به چیزی غیر از درخت میزدی. تارا، زیباتر از تو خیلی هست، سرکشتر از تو هم. من میتونم بی تو زندگی کنم. اگه تونستی خوب زندگی کن، ولی اگه خیلی سخت بود میفهمی که این مدت من چه کشیدم. این سخت‌تره تارا، هر روز تو را دیدن و حرفی نزدن. چیه تارا؟ این همون درخت دیروزیه، این همون رودخونه است، همون جاده. مگه چیزی عوض شده؟ تو ندیدی؟ چی رو؟ جای پای اونا رو که قبلا از اینجا رد شدن. نمیدونم چرا به نظرم رسید که از درخت خون بیرون زد. تارا، منظورت چی؟ منظورم؟ آهای، بچه ها بیاین، تارا داره از پدرتون حرف میزنه. اون به خوبی شهره بود، با صدای طوفانی. شغل اون دریا بود. بس آشو، مرغابی ها دست دست رفتن و تو تشت نزدی. بیا آشو، چیزی بخور، یک تکه نان. بیا آشو، چیزی بخور، کمی آب.
نگاه کنین، آشوب دامهاشو جمع کرده، توراشو برشیده داره از اینجا میره. چرا آشوب؟ ما تبرزنی مثل تو نداشتیم. دامگاهی که داشتی چه میکنی آشوب؟ دست کی میسپاری؟ ملک و آبه. چرا آشوب؟ چرا؟ چیدی تارا؟ برعکس، من شما رو به هم مربوط کرده بودم. فصل داره میگذره. امروز آخرین مجلس شبیه رو در میارن تارا. تو تا امروز فرصت خواسته بودی. جواب قلیچو چی میدی؟ اون فقط تو رو میبینه. بهش چه جوابی میدی؟ با پدر بزرگ صحبت کردم. راضی بود. مبارکه.
مجلس آخر داره شروع میشه. همین دورو بر من رفتم چنان که باید رفت، اما چشم آنها به دست خالی من بود. تمام قبیله رو برگرداند. دروغگو، برای موندن بهانه میتراشی. هیچ کس مرا نپذیرفت. من تا سرحد رفتن رفتم، ولی آخرین نشانه کجا بود؟ در قبیله من برای مرد در هر قدم امتحان است. کدوم قبیله؟ من همه رو برای یک کتابخون تعریف کردم. اسم قبیله تو به نظرش آشنا نبود. داستان قبیله من در کتابی نیست، در خاک و باد و گیاه است. داستان من قدم به قدم در اینجاست. ما بودیم و دشمنانی هزار اسب. پس جنگ سختی بود. هیچ جنگی از آنچه اکنون دارم سخت‌تر نیست. شمشیر دست توست. مرا بیزار کن، با قهر، با عتاب مرا بران، براندنی سخت. همه قبیله من به تو التماس میکنه. قبیله در بین نیست، خودت هم میدونی، هیچ وقت هم نبوده. قبیله بسیار مرد که سوگندشان به شمشیر دولب بود. کو؟ کجان مردای قبیله تو؟ امتحان حرف زدی نه؟ خب اگه میتونی آزاد شو، شاید اونا بتونن کمکت کنن. قرار ریشخند میکنید؟ پیش چشم قبیله ای که با نام من فخر میفروخت؟
ولی من میتوانم از دست تو رها شوم. میتوانم رها شوم. جنگ اصلی اینجا بود. ما به نماز رفته بودیم کنار آب و بسیاری هنوز تشنه بودند. سردار اون جنگ تیر اول به پهلوی من نشست. پس چرا معطلی سردار؟ تو گفتی از من فرار میکنی. من رهایی گفتم. پس چرا فرار نمیکنی؟ من فرار نگفتم. قبیله من کجاست که ببیند بر گردن آورانش چنین گستاخ طعنه میزنند؟ آیا به تو آداب نیاموختند؟ من برای هر لقمه‌ای که میخورم کار میکنم، حتی برای هر نفسی که میکشم. زندگی من چه تعارفی داره؟ چرا نباید بلند بخندم یا مسخره‌ای کنم؟ یه چیز دیگه، من حتی بلدم بلند داد بزنم. اینک اراده سردار را ببین، کسی که نابود شد ولی تحقیر نشد. طایفه من به خاموشی پیوست، زیرا از مردمان زمین خیر ندید. ما برای ایشان جنگیدیم و ایشان راه پنهان را به دشمن نشان دادند. در زمین چیزی نیست که مرا دلبسته کند. همه سپاهیان من شاهد باشند و همه تیره و تبار من. من میتوانم چشم ببندم، میتوانم فریاد قلبم را نشنوم، میتوانم به سوی شما برگردم، میتوانم آزاد شوم. نه. چرا؟ بخشیتون لعنت. نه، حالا دیگه نمیخوام بری. دوست دارم. ریشخند. دوست دارم. وای بدبختی، تو مرا پابند میکنی. خیال میکنم عاشق بدبختی اتو شدم. به او گوش نکنید، او پای مرا سست میکند. مرا ببرید، مرا ببرید. برگرد. من اینقدران دست خالی نیستم که خیال میکنی. کجایی؟ هر جا هستی خوب نگام کن. من کسی هستم که تو دوست داری، نه؟ خب، پس نگام کن. افسوس، چرا نمی شود دوباره مرد؟ به من یک میدان بده، در آن سوار منم. اما این جنگ نه، این عادلانه نیست. تو قوی تری و این شمشیر من است، افتاده به نشانه تسلیم. افسوس، دیگر از زخم‌های من بوی افتخار نمی آید. زندگی تو بی دغدغه می گذشت. من برای تو چه آوردم؟ من فقط زخم‌هایم را آوردم که از آنها خون می چکید. من فقط حسرت آوردم. شب به کومه من بیا، تو رو به اتاقم راه میدم. این غیر ممکن است، همسر مرده ای شدن. تو شاید میتوانستی مرا زنده کنی، اگر میتوانستی قیمتش را بپردازی. هرچی باشه میدم. حتی بچه ها؟ اونا اینقدر بیرحمن،
آنها عوض می طلبند. بچه ها نه، زندگی اونا دست من نیست. می بینی؟ تو نمی توانی مرا زنده کنی و نباید برای من بمیری. من می تونم بمیرم، فقط باید بچه ها رو بسپرم. کسی هست که اونا رو قبول میکنه؟ کسی که تا این حد دوست داره توست؟ بلیچ، اون بچه ها رو قبول میکنه. اینجا صبر کن. صبر میکنم. امتحان. حالا رفتن من معنای دیگری دارد. حالا همه چیز آسانتر شد. you
بچه ها کجان؟ مجلس شبیه تمام شد، همه دارن میان. تمام شد، راحت شدم. کی عروسی میکنیم قلیچ؟ هر وقت بخوای، روز خرمن از همه بهتره. نگاه کن قلیچ، شمشیر اونا از گرفتنش منصرف شدن. این پهلوی ما میمونه. Yeah.